سلام به عزیزای دلم، امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه، یعنی خوب بشه و خوب باشه. و گفتم امروز یه کوکو سیب زمینی میخوام درست کنم. مثلا کوکو سیب زمینی خالی و با تخم مرغ و اینا خورده تکراری شده. من گفتم امروز یه خورده بهش موادای اضافه کنم، مثل قارچ، جعفری، ببینیم چجوری میشه دیگه. گفتم به شما هم بگم. الان سیب زمینی رو گذاشتم پخته تا موادای دیگر هم آماده بکنم و براتون بذارم. مجبورتون برم. مواد که برای این کوکو میخوام، کتلت سیب زمینی درست کنم، سیب زمینی 6 تا متوسط، فلفل دلمه‌ای سبز و قرمز، این هم دل بخواه هر کی دوست نداره نریزه، من به خاطر طعمش و رنگش. جعفریه که من از این دسته ها میگیرم که تو فرغون میذارم، تو اونا دو تا گرفتم. سبزیجات نخود، ذرت، هویج و قارچ، دو تا بسته هم قارچ، دو تا بسته قارچ کوچیک. من حالا همه اینا رو خورد میکنم به صورت نگینی های ریز. من خودم یه پیج آشپزی داشتم توی اینستا، دارم فالوورام هم خیلی بالا بود، ولی دیگه پیج رو بستم خاطر اینکه یوتیوب خیلی بهتر از اینستاست. اینستا خیلی میان حرفای ناجور میزنن، آی ما گشنمون میشه، آی نمیدونم، حرفای خوبی نمیزنن توی اینستا. بعد من اصلا فکر میکنم شخصیتایی که داخل یوتیوبه باش، حتی بعضی ها شخصیت هاشون، اونایی که تو اینستا میگه فرق داره شخصیت هاشون، میدونم چه جوریه. بعضی ها وگرنه اینستا بد نیست، خوبه، ولی من دوست ندارم اصلا داخل اون فعالیتی داشته باشم. با وجود فکر 11 یا 12 دو سال پیش من اصلا اینستا رو بستم، میان حرفای خوب نمیزنن دیگه، من که حوصله ندارم جواب اینا رو بدم. اگه بخوای جواب بدی مثل خودشون میشه، من جواب نمیدادم دیگه. گفتم حالا اینو درست کنم، کمتر حرف بذارم، اینو درست بکنم. خیلی اینترنت ها ضعیفه، خیلی ضعیفه، اصلا باز نمیشه. بچه هایی به من میگن مامان فیلم بده، هر کاری میکنیم، اصلا نمیشه، نه وی پی ام باز میشه، نه اینترنت خوبی داریم. حالا ببینیم اینو بگیریم، ببینیم میتونیم بفرستیم برای بچه ها. علی ارفان گفتن که خیلی ها برای من کامنت گذاشتن که مامان کجاست، دلمون تنگ شده. به خدا من هم اینجا، ولی خب نمیتونم نه بیام. بعضی وقتا که باز میشه میام جواب کامنت ها رو میدم، ولی بعضی وقتا یه خودتون ایرانی میبینین اصلا باز نمیکنه. اصلا بخوام بتونم بیام جواباتون رو بدم، ولی عاشقتونم، واقعا خیلی دوستتون دارم، خیلی محبت داریم. بچه ها به من میگن شما کامنت میذارین و خیلی یادی از من میکنین. انشالله که وضعیت خوب بشه، دوباره همه با هم دور هم باشیم توی فضای مجازی. هم که هر چقدر دوست دارین بریزی، من چون طعم فلفله رو خیلی دوست دارم، دلمه رو، بعد یه عطر خاصی میده. خب این قرچا رو من ورقه‌ای میکنم، ورقه های نازک، نه ورقه ای آه نه نه ببخشید اینا رو سرخش میکنم داخل مایتابه. قارچو من خام نمیریزم، من قارچو داخل مایتابه قشنگ اینو میگی آبش که سوخت، با چره یا روغن زیتون یا روغن معمولی مایه اینو سرخش میکنم که
یه خورده مزه سرخ میشه خوشمزه تر میشه، چون اونجوری هم باعث میشه که کتلتمون وا نره، چون سیب زمینیمون آب پزه، آب این باعث میشه که نه آب نداشته باشه بهتره، آب داشته باشه باعث وارفتگی اون کتلت میشه. قارچم خورد کردیم، این سرسیرم خورد میکنیم. بعضی اومده بودن میگفتن که شهر رزون چرا اینقدر آشپزخونه روی کابینت شروع. خب ببینید، به خاطر اینکه من تو کابینت هم که پره جا ندارم، بعد اینایی هم که الان رو کابینت واقعا استفاده دارم، یعنی نمیتونم هی در کابینت رو بافم، هی از تو کابینت بردارم بذارم. بعد خواستم فقط به اونایی که میگن مثلا شلوغ روی کابینت، زیادم شلوغ نیست، یه دستگاه گریل و مایکروویو، چیزایی که واقعا روزمرگیه همه ماست که ما هممون استفاده میکنیم، میگن رو کابینت هم شلوغ نیست. خب من حالا سیب زمینی رو رنده میکنم. حالا بعضی ها میگن مال مثلا کتلت ما با سیب زمینی آب پز وا میره. آره، ولی اگر شما بذارید سیب زمینی مقدار خنک بشه، یا بذارید برای 3 ساعت بذارید توی یخچال، وا نمیره. خنک که بشه، خنک رنده بکنید، این وا نمیره. ولی احتمالا که وا رفت، شما میتونید از آرد سوخاری، آرد سفید گندم استفاده بکنیم، اونقدر بریزیم که سیب زمینی به دستتون نچسبه. بعد نمیدونم گفتم یا نه، یه دونه پیازم میخواد رنده، ولی هر کی دوست داره بریزه، هر کی هم دوست نداره میتونه نریزه، دل میخوادیه. حالا من که خودم از پودر پیاز استفاده میکنم. قارچم که گذاشتم قشنگ آبش بسوزه، سرخش کنم. بعد البته پیاز داغ هم میشه ریخت، پیاز داغ درست بکنی، نگیری بریزین توش. من نمی کنم این کارو. حالا بعضی اگر ایده دیگه ای دارن برای این، حتما برای من یه دونه یه کامنت بذارن، ببینم چیه درست کنیم. قارچم که سرخ شد، بعد بذاریم این مقدار خنک بشه، بریزیم داخل این مقدار داغ نریزیم. تخم مرغ هم که معلوم تو این 6 تا سیب زمینی متوسط، 2-3 تا میریزم تخم مرغ، زیاد نمیریزم که شل بشه موادم. اول دوتا میزنم، اگه دیدم خوبه دیگه نمیزنم. از این سبزیجات هم من کنسروشون میگیرم همیشه. بعضی حالا میتونن اگه دارن که هیچی ندارن، میتونن از همین شهروند رفاه چیزشو بگیرن، یخ زدهشو خودشون بپزن، ولی من نه، همیشه کنسروشون میگیرم. اینم که جعفریه من، نه جعفری من که خوردش کردم. بعد تخم مرغشو میزنم با، اگه دوست داشتین کنجد هم میتونین بهش بزنین، حالا من نزدم کنجد، اگه داشته باشید ببینم دارم توی یخچال میزنم. پرسرم باز شد، تموم شد دیگه، میزنمش توی یخچال، درشو میبندم. بعد میذارم یه 2-3 ساعت بمونه، مزه ها به هم قاطی بشه، بس خورش. حالا ما این ادویه ها رو میریزیم. نمک، من نمک خیلی کم میریزم، به خاطر اینکه زیاد نمکی نیستیم. بعد فلفل، فلفل سیاه، حالا هر فلفل داشتیم فرقی نداره. زردچوبه که من خیلی دوست دارم همه غذاها بریزم، همه چی به مقدار لازم. پودر پیاز، یه
پودر سیر. البته اگه سیر تازه داشتی رنده کنیم باز خوشمزه تره. حالا من پودر سیر میریزم. بعد زنجبیل یه ذره میریزم و آبیشن. همین. بعد قارچم که سرخ کردم میارم. این قارچ هم یه مقدار ببینید سرخش کردم و شنگ روغن زیتون سرخش کردم میریزم. میریم برای هم زدن. من یه دستکش بذارم و بیام. ما اینا رو چنگ میزنیم. این چقدر خوش رنگه. خاطر فلفل و جعفری. سبزیجات که ریختم داخلش توش هویج هم داره. هویج و نخود و ذرت. بازم میگم دل بخوای میتونین ذرت خالی بریزین، میتونین نخود خالی بریزین، هرچی که به ذائقتون خوب میاد. توی یخچال میارم از لذیذ رو ببینی. میذارمش یخچال یه دو سه ساعت بمونه تا قشنگ مذاب خورده هم بره و بریم برای سرخ کردن. فعلا خوب الان ما شروع میکنیم به سرخ کردن گوه. بعد میزیم اول روغن قشنگ داغ میشه. به هر شکلی که خودتون دوست دارین میتونین شکل بدین. یه ذره این سر رو شو صاف میکنم. بیسر راحت و هر که هرگی دوست داره میتونه شکل بده. داغ شده خوب عزیزای دلم من کارم تموم شد. شامیمو درست کردم. ببینید این بافت داخلشه. یه ذره حالا میل بکنیم ببینیم. عالی شده. اون قارچ، ذرت، نخود، هویج، دیگه جعفری اینا وقتی که میاد زیر دندلا خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. انشالله که درست بکنی خوشتون بیاد. همیشه لبتون خندون دلتون شاد باشه. عاشقتونم. بچه امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بعد ما رفتیم دیدیم که حتی مسئله که اوریو رو بیسکویتش رو اینا هم کیکش اینا رو توی قفلت ها گذاشتن. بعد این نظر ما جلب کردش نوشته بود استرابری چیز کیک اوریو. بعد گفتم رفتان یه دینه بگیریم امتحان بکنیم بگیریم چجوریه. اگه دیدین حتما بگیریم امتحان کنیم. بعد اول بخوریم بگیریم چجوریه. اگه گفتیم که با شما دقیق تون استگرام میزنن مواد غذایی ها رو گفتیم بخوریم ببینیم چه مزه‌ای. چی میگن؟ اعتقاد ما چیز بکنیم. اعتقاد از شرکت اوریو. نه بخوریم ببینیم خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. طعم ملشیک استرابری اون میده. ابوش اومد واقعا
جاتون خالی؟ کالریش هم بگو. تو هر 100 گرمش 478 تا کالری داره. کلش هم چه فکرم 2000 تا. نه؟ نوشته تو هر 100 گرم 400 تو هر 100 گرم 478 کالری داره. خیلی آتیش هم هست، شکلاتی که چیزی طرفدار نداره ولی نیش خیلی خوشمزه است. جاتون خالی رو نشون بدم اینو بهتون. بستنش هم خیلی خوشمزه است. ما میگیریم بستنش که دیگه بارفون هر روز بستنش رو میگیریم میخوریم. امیدوارم که از این ملت لذت برده باشین. تا ویدیو بعدی میبینیم بهتون.